کوهنوردان اکثرا در دامنه جنگلات ملی انجلس می روند، اما این گروه در این ایام یک هدف دیگری دارند. آنها چگونگی تداوی را که سرخپوستان بومی آمریکایی با استفاده از گیاه ها انجام می دادند می آموزند. جیمز آدم، بنیادگذار این ماموریت و استاد مضمون فارماکولوژی یا دواسازی پوهنتون کالیفرنیای جنوبی می باشد. علم دواسازی در اصل علم رفتن به بیرون از لابراتوار است که محققین نزد دکتران سنتی رفته گیاهان را که آنان در تداوی مورد استفاده قرار می دهند شناسایی می کنند و بعدا آن گیاهان را جمع‌آوری کرده دوباره به لابراتوار آورده و در خصوص موثریت آن تحقیقات انجام می دهند. طور مثال آسپرین یکی از دوایی است که در قرن 19 از سالیسیلیک اسید ساخته شده که در سابق به منظور تداوی درد و تب از نباتات مانند ریشه درخت بیت به نام میدوسیویت استفاده می‌کردند. آدامز این را خاطر نشان کرد که جوامع سنتی دواهای مورد نیاز خود را با استفاده از گیاها گسترش دادند. وی گفت ساکنین منطقه چوماش کالیفرنیا با گذشت زمان از تجارب خیش آموختند که کدام گیاه برای تداوی کدام مرض مؤثر است. سیج برش یک نوع روغن مالیدنی است که تسکین دهنده نهایت قوی درد می باشد. فکر می کنم ما چگونگی استفاده از آن را باید بدانیم، به خاطر که به مراتب محفوظ تر از دواهای غیر استرویدی و ضد التهابی است. سیج برش به مراتب محفوظ تر و غیر مضرتر از مخدرات می باشد. این بوته نه تنها برای درد استفاده می شود، بلکه عطر خوشبو دارد و برای انسان ها آرامش می بخشد. آدامز می گوید سرخپوستان بومی آمریکایی از شیوه های دیگر برای تداوی نیز کار می گیرند. یکی هم استفاده از یک نوع گل است که در تداوی برای سرماخوردگی و انفلونزا استفاده می کنند. گیاهی که شیمز نامیده شده و برای تداوی امراض جلدی به شکل کریم یا پوماد ساخته و استفاده می شود. وی می گوید در کالیفرنیا بوته دیگر دارای خواص تسکین کننده درد دندان بوده و خاصیت بیوش کننده را دارد. یقینا اگر شما به دوایی نیاز داشته باشید که بتواند کمکتان کند، پس باید آن را استفاده کنید. اما آنچه را ما همیشه فراموش میکنیم و بسیار مهم نیز است، تعادل صحت ماست. تعادل را پیشه کنید تا بدنتان خود صحت یاب گردد. آدامز میگوید رژیم غذایی مناسب و ورزش دو کلید اساسی برای حفظ زندگی سالم میباشد و پیاده روی در دامنه های انجلس نیز یکی از شیوه های خوب برای تندرستی و حفظ تعادل بدن به شمار می رود. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در بخش صحی برنامه این ساعت به موضوع دیگر طبی میپردازیم که در افغانستان معمولا در مورد آن معلومات هندک است و آن جراحی پلاستیک و کمک آن به بهبود و ارتقای رویه افراد است که به دلیل واقعیات مختلف به سوء شکل و جراحات در صورت مواجه شدند. محترم دکتر فاروق ناصری، جراح پلاستیک، را از طریق اسکایپ و از دنمارک با خود داریم تا این معلومات را تقدیمتان کنند. دکتر ناصری سلام به شما، ممنون از اینکه دعوت ما را به بخش صحی برنامه امروز پذیرفتین. به شکل بسیار خلاصه بفرمایید که جراحی پلاستیک به چه نوع جراحی ابلاغ میشه؟ تقدیم میکنم. جراحی پلاستیک بخشی از جراحی است، یک بخش مستقل از جراحی است که مربوط به یک عضو خاص نیست، استفاده وسیع‌تری داره و ای از بخش‌های مختلف متشکل شده که یک بخشش جراحی زیبایی است و بخش دیگه جراحی ریکانستراکتیو میگیم یا جراحی دوباره ترمیم است. بله. و ترمیم وفات آلات ولادی و طور که شما خودتون فرمودین از بعد از اتصال میباشن امالی هایی که وجود به بله. دستوی وقتی ما صحبت از جراحی پلاستیک میکنیم، معمولا طور که شما گفتین توجه همیشه روی عملیات ها یا جراحی هایی است که برای زیبایی صورت میگیره. کمی روی جراحی پلاستیک برای تجدید و بازسازی طور که شما گفتین برای بیننده ها معلومات بتین و من فکر میکنم که جراحی پلاستیک بیشتر در این زمینه تانسته مؤثر واقع شود تا اینکه برای زیبایی و غیره. تشکر. جراحی پلاستیک یک بخش کوچکش البته جراحی زیبایی تشکیل میده، متباقی از جراحی ریکانستراکتیو است که و جراحی عمومی پلاستیک است که در اون تداوی سرطان های جلدی داخل میشه، تداوی ساد همین اشکال سوی شکل هایی که بعد از حادثات سوختگی، حادثات تروما، حادثات انفجار ها وجود میاد، این در بخش تداویش است و قسمت دیگه‌ش هم انومالی ها یا سوی شکل های ولادی است.
خب وقت ما صحبت از از جرایی پلاستیک میکنین، عمدترین فردی که در طول چند ماه گذشته در صدر اخبار یا سال گذشته قرار داشت عایشه و همون دخترکی بود که به ایالات متحده آورده شد به دلیل از اینکه بینی و گوشهایش بریده شده بود و او تانست از طریق جرایی پلاستیک حال یک بینی را به صورت از او پیوند دادن که او در حال نقاهت است. تا چه اندازه کمک های کشور دنمارک در بخش های از اینه و برای افغان ها برای جرایی پلاستیک برای تجدید و بازسازی صورت میگیره؟ یا شما مریضان را از افغانستان در اونجا دارین برای تداوی یا خیر؟ نه خیر نه. کشور دنمارک یک کلینیک در ایراد دارند که در او اکثرا جرایی پلاستیک برای ترمیم همون تادسات شما گفتین در سر تادسات کسی بینی را از دست دادن یا گوش خود از دست دادن یا لبشان از بین رفته یا در سر سوختگی یا سوی شکلهای در دستشان در رویشان آمده، برای از اینکه اونا را دوباره از دوگاه وظیفایی فعال بسازن تا اندازه متکی به خودشان بسازن. البته یک گروه جراب از دنمارک به ایراد سالانه سفر دارند. البته ما خود از طریق دنمارک یعنی مریضا به دنمارک بیان اتیاک پروگرام وجود ندارد. در بخش سوی شکل ها مثلا تعدادی از نوزادان هستند که با مشکل لبچاک در بیشتر کشورهای آسیای جنوبی و افغانستان به دنیا میان، تا چه حد میتونه جرایی پلاستیک موثر واقع شود؟ موضوع سوی شکل ها هست که انواع مختلف چیز که شما تبریک گفتین لبچاک هست. البته لبچاک اگر با واقعش عمل شوند و طور درست و پروفیشنال جرایشن صورت بگیره کاملا به شکل نرمال میان دوباره. بله خب تشکر از شما دکتر ناصری، جراح پلاستیک از کشور دنمارک. معلومات در قبال جرایی پلاستیک با ما در میان گذاشتین. در تمام اموری کاریتان خواهان موفقیت های روزافزون برای شما هستیم. موفق باشید. تشکر.